امروز تیرکمون خیلی زیبا داریم از شرکت اکسبو مارک FMA و قراره که با این تیرکمون به کلی چیز میز بام 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 شلیک کنیم. قدرت این تیرکمون 120 EBS که معادل با 55 کیلو و توی سایز خودش یکی از قوی ترین تیرکمونای موجود توی بازاره و بریم که تستش کنیم. وسط من با ما همراه باشید. با اولین چیزی که قراره شلیک کنیم بچا اینه، این نشونمونه و بریم شلیک کنیم ببینیم که ردادی که روش نصبه چقدر دقیقه و بریم که یه تجربه اولیه داشته باشیم. بچا برای استفاده از این تیرکمونه اولین کاری که باید بکنیم اینه که ما باید اینو محکم بگیریم. حالا این جلوی حالت آهن مانند داره که میتونیم بذاریمش رو زمین، پامون رو روش بذاریم به این صورت و بله همینجوری که می‌بینید تیرکمونمون الان کاملا آماده است و الان وقت اینه که ما تیرم بذاریم داخلش. تیرمونم باید بچا دقیقاً تا ته بره تو. همه جا بچا من روغن زدم. این تیره با قدرت 55 کیلو شلیک میشه، یعنی واقعا خیلی زیاده، تقریبا قدرتش 5 برابر اون کلتی که ما سری قبل با هم تست کردیم. بریم ببینیم که اولین شکلیش. خب بچا تقریبا 8 متر ما فاصله گرفتیم از نشونمون. وقت اینه که ما این دکمه رو فشار بدیم و الان به محض اینکه من اینو فشار بدم تیرکمون اون شلیک میکنه. بچا الان وقت نشونه گیریه. من حالا دوربین تو دستم درسته میتونم روشو بگیرم ولی فکر کنم تقریبا اوکی باشه. یس بچه با اینکه من درست نتونستم نشونه بگیرم چون که دوربین سمت ردادمون بود ولی بازم خیلی خوب زدی. من فکر کنم این طرفا رو نشونه گرفتم، نمیدونم تو دوربین شما بهتر دیدید ولی خیلی خوب زد و قدرتش رو ببینید. شما فرض کنید بچه این خیلی محکمه. الان اگه من بخوام همین تیر رو با دست این فرو کنم بکنید نهایتاً این قد تونستم. وای ولی تیرکمونمون تا اینجا رفت. ولی ما نیومدیم که به نشونه شلیک کنیم، ما اومدیم که به چیزهای مختلف شلیک کنیم. بریم سراغ اولیش. بچه ما اینجا یه درخت سیب داریم و خداوند واقعا این نعمت رو به ما داده. روی زمین پر سیبه و حیفه که ما این سیب رو هدر بدیم. واسه همین اولین نشونمون سه تا سیبه. بریم ببینیم که تیرکمونمون چجوری از این سه تا سیب رد میشه. اولین کاری که ما باید بکنیم اینه که تیرکمونمون آماده کنیم، یعنی بکشیمش. بعد بچه من تیر کوچیک‌تر برمیدارم چون که تیرهای کوتاه‌تر قدرتشون هم یکم بیشتره. همه چیز آماده است، آماده شلیکه. بریم ببینیم که چیکار میکنیم. فقط امیدوارم که درست بزنم بچه، چون یه کوچولو نشونش مثل این که ایراد داره. 1 2 3 گند زدم بچه. کجا خورد تیرم؟ یه تیر گنده‌تر برداریم. با همین گنده ها بهتر میزنم بچه. دیگه دقیقا میدونم بچه نشونه بگیرم. وای فکر کنم از ستاش رد شد. اولین سیبمون که افتاد روی زمین و بله بچه دقیقا از اون ورش رد شده. اینم همچنین وارد شده، از اون ورش در اومده. وای این چقدر سفته، ولی اینا خیلی نرمن ولی این خیلی سفته. وارد شده قشنگ، از اون ورش راحت در اومده. بریم ببینیم که تیرامون کجاست. هولی شیت این در میاد ولی این دیگه فکر نکنم در بیاد. اولین تستمون سیب بود که تونست سرویسش کنه. پس بریم سراغ دومین تستمون و دومین تستمون لالنگی. بچه نارنگیمون هم همینجوری که ببینید فاسد شده و دیگه نمیشه اینو خورد. سه تا نارنگی خیلی خوشگل داریم که تیرمون هم بذاریم روش. ببینید که لالنگیامون چه بلای سرش میاد. ولی باید بهتون بگم بچه واقعا خیلی حال میده اینجوری تو دستت میگیری و یه چیز شلیک میکنی. حس خیلی خوبیه، واقعا تجربه خیلی باحالیه. 1 2 فکر کنم از بین همشون رد شد. این از اولین نارنگیمون که کاملا متلاشی شد. اینم از دومی، از اینجا وارد شده و از اینجا خارج شده، یه جوری به سمت بالاش خورد. و اینم از سومی که اینم از اینجا وارد شده و از اینجا خارج شده. پس نارنگیام خیلی خوب متلاشی کرد. حتما برام راجع به تجرباتتون بنویسید. من اصلا حس خیلی خوبیه مثلا یه چیز خراب بشه، چون که بعضی از کانتنت ها هستن که میان مثلا چه میدونم وسیله رو از بالا میندازن پایین با ماشین روشون رد میشن و اونها حس خوبی به آدم دست میدن. به نظر من این کانتنت هم مثل همون کانتنت هاست و حتما نظرتون رو برامون بنویسید. الان خیلی که بریم سمت سومین تستمون. سومین تستمون بچا قوطی ذرته و از جنس آلومینیومه یا بچا از جنس آهنه، خیلی محکمه. میخوام ببینم که تیرکمونمون میتونه از این سه تا رد شه. کنسروامون رو همه رو بذاریم اینجا. کنسروای خیلی بدی بودید واسه همین الان قراره که همتون تنبیه بشید. قراره که دهن همتون رو سرویس کنم. خب دوباره ما تیرکمونمون رو آماده کنیم، از این تیرای کوچیک استفاده کنیم چون که هم قدرتشون بیشتره. 1 2 و 3 وای از اولیه فکر کنم رد شد. هولی شیت بچه از اولیه رد شد کاملا، از دومی هم کاملا رد شده و از سومی هم رد شد. ولی خب توی دومی و سومی مونده، یعنی واقعا خیلی قدرتش خوبه. از این چیزی که من فکر میکردم خیلی خیلی بهتره. من سعی کنم ببینم تیرو میشه درآورد که
به زور درش آوردم ولی واقعا کنترل اون رو سرویس کرد لامصب. بچه‌ها بالای تیرمون هم خراب شد که من اینا رو اصلا در میارم. الان فکر کنم دیگه کج بره چون یکی از بالاش در اومده. خب تیرچمانمون از اون چیزی که ما فکر می‌کردیم خیلی قوی‌تره و تونس حتی از سه تا از این کوتیای ذرت هم رد کنه. بریم ببینیم که با 5 تا قوطی نوشیدنی گازدار چیکار می‌کنه. خب بچه‌ها ما برای مرحله بعدی 5 تا قوطی آبجو آماده کردیم که توشون هم پر گازه و می‌خوام ببینم که تیرچمانم از چند تا از اینا می‌تونه رد بشه. الان می‌دونم که کلی کامنت هیت به میدید ولی ندید بچه‌ها دیگه. از یه طرف هم شما به این فکر کنید که این حرامه. امیدوارم که بزنم به هدف و بتونه از 5 تاش رد بشه. خب 1 2 3 وای بچه هولی شیف ببینید چیکار کرد با این آبجو. از اولیه که رد شده کامل باز کرد اینو اصلا. از دومی هم کاملا رد شده. از سومی هم همچنین بچه از این ور وارد شده و از اون ور خارج شده. از چهارمی هم کاملا رد شده و قشنگ معلومه که از اینجا وارد شده و از اینجا خارج شده. یعنی تونست قشنگ 5 تا قوطی آبجومونو داغون کنه و تیرش هم از اینا رد شده یه گوشه افتاده که تیرش هنوز سالمه، صافه، کش نشده، فقط این یه گوشش پریده. اصلا فکرشو نمی‌کردم ولی واقعا خیلی صحنه خفنی بود. پروژه بعدی ما یه دونه کچاپه که واسه خدایش تاریخش نگذشته ولی خیلی بدطعمه. از جایی که بدطعمه من تصمیم گرفتم که بزنیم و خرابش کنیم و جنسش بچه‌ها شیشه است. ببینید از اونجایی که قرار ما به شیشه شلیک کنیم و چشمو واقعا نمیشه عمل کرد یا ترمیمش کرد، واسه همین از این عینکای خارجی‌ها می‌زنیم با کلاس‌ها که چیزی نره توی چشممون و یه تیرم میذاریم که بال نداشته باشه. ما هم که آماده ایم بدون معطلی بزنیم به سوسمون ببینیم که چه اتفاقی میفته. 1 2 3 چیکارش کرد؟ بچه ها ترکوندش. ببینه چه جنسش کلافته ولی تیرکمونمون زد و واقعا ترکوندش. دیگه هیچی ازش باقی نمونده. تیرمونم از این رد شد و خورده به احتمال زیاد به این درخته. بچه ها اینا رو ما جمع کنیم. چرا کثیف کردیم؟ شبیه خونه، انگار خون ریخته شده. خب بچه‌ها هوا متاسفانه تاریک شد. الان نوبتی هم که باشه نوبت خامه است. حالا که ما به 3 تا خامه شلیک کنیم و خامه معمولا خیلی ریاکشن خوبی نشون میده. بریم ببینیم که امروز چه اتفاقی برای این خامه ها میفته. فکر کنم تو اون ولاگ که براتون یه دونه کلت بادی رو امتحان کردم شما قشنگ متوجه منظور من شدید. آماده شلیک بشیم اول از همه. دوباره یه تیر کوچیک می‌ذاریم بچه‌ها چون که تیر کوچیک گفتم قدرتش خیلی بیشتره. بریم برای شلیکش و ببینیم که چه اتفاقی میفته. فقط امیدوارم که اینجا رو به گند نزنم. 1 2 3 وای بچه ها همه جا خامه ای شد. هنوز داره ازش میزنه بیرون. دوربین رو ببینید، کل دوربین رو خامه ای کرد. واقعا ترکوند خامه ها رو. ببینیم که دقیقا چیکار کرده. بچه ها به اولین خامه مون خورده و از اون ورش در اومده. قشنگ جاش معلومه، از اینجا وارد شده و از اینجا خارج شده. خامه سومی هیچ کاری نکرده. وارد خامه دوم هم شده ولی خب متاسفانه دیگه تیر کاملا نتونسته از این خارج بشه. بچه الان وقت اینه که من لنز دوربین رو تمیز کنم که کل زندگیمو خامه ای کرد. امیدوارم که زندگی شما خامه ای نشه. اینم از تیرکمونمون که تونست اینقدر خسارت به چیزهای مختلف وارد کنه و واقعا خیلی قدرتش بالاست. اصلا منم سورپرایز شدم. بچه‌ها نظراتتون حتما برام راجع به این ویدیو و این تیرکمون جدید بگید و بگید که با این تیرکمون دیگه چه چیزایی رو براتون تست کنم. اگر هم این ویدیو رو لایک کنید بچه‌ها یه تیرکمون گنده‌تر می‌خرم و این دوتا رو با هم مقایسه می‌کنم. پس حتما این ویدیو رو لایک کنید تا بدونم که از این کانتنت خوشتون اومده. خلاصه که عشق منید، عشق بگرید و تا ویدیوی دیگه. بای بای. سابسکرایب یادتون نره.